اینم از میرزا قاسمی جان که خیلی خوشگل و خوشمزه است. برای داشتن این میرزا قاسمی فوق‌العاده خوشمزه گیلانی، من علاوه بر این که بادمجونا رو کبابی میکنم، گوجه ها رو هم کبابی میکنم. بادمجونا رو حتما به این شکل یه چند تا حالا خط بندازید یا حالا اینطوری چنگال بزنید داخلش، بعد بذارید روی حرارت. برای گوجه هم دوتا چنگال میزنم این طرف اون طرفش که موقع پخت نترکه. بادمجونا و گوجه ها کبابی شدن، حالا توی ظرف میذاریم، درب ظرف رو میذاریم تا بتونیم پوستشون رو راحت بگیریم. بادمجون و گوجه رو گذاشتم توی ظرف، دربش رو گذاشتم، تقریبا یه نیم ساعت موند و حالا الان راحت پوستش رو میگیرم. حتما این کار رو انجام بدید، چون اینجوری خیلی راحت پوستش گرفته میشه و گوشت بادمجون با پوستش قلفتی کنده نمیشه در واقع. تا من بادمجون پوستاشو میگیرم، شما زحمت بکشید روی دکمه ساب بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. بیاین ببینید تو کانالمون چه خبره، چه آموزشایی داریم، چه آموزشایی میخوایم براتون بذاریم حالا. پس حتما سابسکرایب کنید کانال رو، لایک و کامنت هم یادتون نره که خیلی به ما کمک میکنه. اگر غذای خاصی مد نظرتونه یا مربا یا ترشی یا هر چیزی که دوست دارید آموزشش رو داشته باشید برامون کامنت بذارید، ما در اسرع وقت این کار رو میکنیم. بادمجونا رو پوستش رو گرفتیم، حالا نوبت گوجه هاست. گوجه ها رو هم پوستش رو میگیریم میذاریم کنار و بعد همشون رو قشنگ له میکنیم. گوجه ها رم حتما کبابی کنید، چون خیلی عطر خوبی میده به میرزا قاسمیتون. میتونید همینطوری هم خوردش کنید و بریزید، ولی من بهتون پیشنهاد میدم کبابیش کنید، واقعا عطر خوبی میده به غذا. حالا نوبت له کردن بادمجون و گوجه هست. قشنگ لهشون میکنیم، بعد میریم سراغ سرخ کردنشون. اینم از گوجه قشنگ له میکنیم و میذاریم کنار، میریم سراغ سرخ کردن بادمجون. مایتابه رو گذاشتم قشنگ داغ شد، روغنش هم داغ شد. بادمجونای له شده رو اضافه میکنیم و میذاریم که یه تفتی بخوره و سرخ بشه. بادمجونا رو جمع کنید یه گوشه و تو همین ظرف سیر رو رنده کنید. اگر دوست دارید میتونید سیرتون رو خرد کنید، اگر دوست دارید رنده کنید. من خودم ترجیح میدم که رنده شده باشه که زیر دندون نیاد سیرمون. خب میرزا قاسمی سیر زیادی میطلبه، یعنی خود شمالی ها سیر خوب میریزن توش، اما اگر شما دوست ندارید کمتر بریزید. من دو تا حبه میریزم و اجازه میدم که سیرم یک کوچولو تفت بخوره و بعد به بادمجون اضافه میکنم. یک کوچولو روغن به سیر اضافه میکنم، خیلی نه، که قشنگ سرخ بشه دیگه. این قسمت جدا میذاریم که سیرمون سرخ بشه و بادمجونمونم این سمت. ادویه یه مقدار میزنم به بادمجون و سیر، زردچوبه، یک کوچولو نمک، خیلی کم فلفل سیاه، خیلی کم باشه، یعنی نمیخوام زیاد تأثیر بذاره. و حالا سیر و بادمجون رو قشنگ با هم دیگه هم میزنیم. یه عطری را افتاده اینجا که شما نمیدونید اصلا.
بادمجونا رو که گذاشتیم سرخ شد و سیر هم سرخ شد باهاش، حالا نوبت اضافه کردن گوجه های له شده مونه. حالا گوجه رو میتونید ساتوری کنید، میتونید با چاقو برش بزنید، زیاد سخت نگیرید تو این قسمت. خود شمالی ها رب اضافه نمی کنن، ولی اگر شما دوست دارید خوش رنگ تر بشه میتونید یه تقریبا نصف قاشق غذاخوری سرخالی اونم رب اضافه کنید. من با 3 تا بادمجون 3 تا هم گوجه ریختم که یه ذره گوجه کم شده، میتونید 4 تا گوجه بکنیدش. چون یه مقدار گوجه کم ریخته بودم، من خودم یه کوچولو رب بهش اضافه میکنم، تقریبا یک قاشق چای خوری. توی یه ظرف دیگه 2 تا دونه تخم مرغ رو میشکنم و بعد به گوشه مایتابه اضافه میکنم، یعنی اول نمیریزم رو بادمجون. بادمجون و گوجه رو میذاریم کنار ظرف و تخم مرغ رو میریزیم یه طرف دیگه. قشنگ بس تخم مرغمون اون موقع است که اضافه میکنیم. تخم مرغمون رو قشنگ هم میزنیم، میبینید که داره میبنده، خوشگل که بست. حالا اضافه میکنیم به ترکیب بادمجون و گوجه. خودتون اگر احساس میکنید که روغنش کمه بهش روغن بزنید، ولی من چون نمیخوام حالا خیلی هم چرب بشه دیگه بیشتر از این روغن اضافه نمیکنم، به نظرم کافیه. 2 تا دونه تخم مرغم اندازه بود براش. اینم از میرزا قاسمی جان که خیلی خوشگل و خوشمزه است. به نظرم با برنجم امتحان کنید، من خوردم خیلی خوشم اومده، ولی حتما ماست کنارش بذارید، با ماست عالی میشه. توی دیسکریپشن توضیحات کامل رو باز می نویسم، اگر سوالی داشتید کامنت بذارید. مرسی که همراه من بودین.